من مهرداد رئیسی و شما به پادکست بخندیم گوش میکنید. این پادکست برای بچه ها و خانواده های پاستوریزه مناسب نیست، ولی این عادلانه نیست. دختری که لباس مردونه بپوشه جذاب میشه، اما پسری که نیمتنه بپوشه کونی میشه. خیلی جالبه، مردم تو فیلم‌های سینمایی دنبال صحنه می‌گردن و تو پورن دنبال داستان. نوشته بیش از 40 روز موهای زائد اطراف شرمگاه اصلاح نشود، شیطان در آنجا خانه می‌کند. داداش دیگه شیطون اونقدام بی مکان نیست بیاد رو معامله ما. سیکس چت فقط اونجاش که میگی جون عشقم همینجور که توشه من برم نوم بگیرم. بچه که بودم هر بار با مامان بابا میرفتیم بیرون، بابا میگفت تو بشین تو ماشین که دوز نبره ماشینو. مرد حسابی گیریم دوز میومد، من چه کاری ازم برمیومد جز اینکه توف کنم رو شاخه. جدیدن ناتوانی جنسی گرفتم، تو هر مغازه ای میرم توان خرید هیچ جنسی رو ندارم. به نظر من اشرف مخلوقات خروسه، روزی 200 مرغ میکنه، نه پول کافه و سفره خونه میده، نه در به در دنبال مکان میگرده، فقط مشکل زود انزالی داره که اونم باز 99% آدما دارن، چیزی نیست. اول سکس کنین، اگه تفاهم داشتین بعدش آشنا بشین، الکی وارد این رابطه های کسشر نشین. به شدت معتقدم ممه های زیر 70 حاصل بیکفایتی دوست پسرها در حفظ و نگهداریشونه. خوشتون اومد. بچه که بودم فکر میکردم فساد اداری یعنی کارمندا تو اداره همو میکنن، بعد فهمیدم که کاش همو میکردن، اینا دارن ما رو میکنن. فقط تو یه حالت شراکت میصرفه، اونم موقعی که طرف شریک جنسی باشه. یه جوری دنبال پسر بلندتر از 180 سانت میگردن، انگار میخوان ازش برن بالا. نهایتا تا وسطش بیشتر کار نداری که، چرا حروم میکنی؟ ترک ها رسم زیبایی دارن، وقتی کسی زیاد حرف میزند به اون میگویند سیکتیر بابا.
خسته شدم از بس خوشگل و سینگل بودم، دوست دارم مثل شما زشت و این رل باشم. هر روز صبح نصف وسایلمو یادم میره خونه وردارم، اما اون خاطره 10 سال پیش که میرینه به حالمو هیچ وقت یادم نمیره. شما به یه دختر بگو خوشگل، حد اکثر 5 دقیقه یادش میمونه، ولی بهش بگو زشت، تا آخر عمر یادش میمونه و میکوبه تو سرت. اعتقادات خانوادگیم جوریه که میتونم تریاک بکشم ولی نمیتونم تتو بزنم. ما درون گراها اگه یخمون باشه درونتونو میگرایی. ما یعنی چی کپشن با شما؟ چون گوشت خود یه چیزی واسه همون بنویس دیگه. زنان به دلیل وسواس در ظاهر خود و نقص‌های کوچک از لخت شدن پیش شریک جنسی خود هراس دارند. این در حالی است که مردان وقتی شق کنند نقص مقص سرشون نمیشه، فقط میخوان بکنن. برای هر پارچه ای احتمال نخکش شدن هست و هر انسانی احتمال کسکش شدن. یعنی چی پسری که سکس داره جای جار نمیزنه؟ هدف اصلی من از سکس سوزوندن چون رفیقامه، وگرنه که سکس اونقدام با جنگ فرقی نداره. شورت زیر 50,000 تومان نیست، زمان شاه خود کون 50 تومان بود. علاوه بر مادر خرج توی سفر یه مادر عکس هم داریم، کسی که دوربین گوشیش از همه بهتره و همه عکسای سفر پیششه. زنگ زدم مرکز ناتوانی جنسی، دختره چنان با عشوه گفت الو جانم بفرمایید، گفتم مرسی خانم درست شد خودش. طرف یکیو میکشه در نمیره، شما واقعا چرا میکنید در میرید؟ بهمون بازم بکن احمق.
خب رفقای اینم از بخندیم این سری. اگه کسی خواست اسپانسر برنامه بشه یا خلاصه کاری داشت میتونه به پیج اینستاگرام من با آدرس مهرداد رئیسی، رئیسیش هم RAISSI پیام بده. شاکریم. در ضمن بخندیم و میتونید تو تمام منابع پادکست